مهمان من در این برنامه به عبارت دیگری ویژه کارگردان و نمایشنامه نویس موفق و صاحب نامی است با چند جایزه معتبر در کارنامه‌اش، هم برای نمایشنامه‌ای که نوشته و هم برای کارگردانی. اکثر کارهای علیرضا کوشک جلالی، چه اونچه به روی صحنه برده و چه نمایشنامه‌هایی که چاپ کرده، در کشور محل اقامتش آلمان بوده است. یکی از نمایشنامه‌های او بیش از 700 بار و در کشورهای مختلف اجرا شده است. او از معدود هنرمندان خارج از کشور است که در ایران هم کار می‌کند و تا به حال نمایشنامه‌های زیادی به روی صحنه برده، هم از کارهای خودش و هم نمایشنامه‌های دیگران. او در این حال مترجم و شاعر هم هست و با وجود مشکلات جسمی هنرمند بسیار پرکاری است. میگوید تمام آرزوهای جسمی و روحیش را در قالب تئاتر زنده می‌کند و تئاتر از نظر او جایی است که می‌تواند نفس بکشد. آقای علیرضا کوشک جلالی، به برنامه به بار دیگری ویژه خوش آمدید. خیلی ممنونم. شما آقای جلالی در سال 1362 از ایران خارج شدید و به آلمان رفتید. با چه هدفی رفتین اونجا؟ یا از همون اول چشمتون به تئاتر دوخته بود؟ یعنی رفتین از ایران خارج شدید رفتین آلمان که کار تئاتر رو ادامه بدید؟ نه، من قبلش آلمان بودم. یک سال خورده اومدم، زبان یاد گرفتم و احساس کردم که محیط آلمان برای من محیط خیلی سرد و یخیه و برگشتم ایران. مجموعه شرایط باعث شد که دو مرتبه 62 یک مهاجرت دوم بکنم. سال 62 دو مرتبه برگشتم به آلمان. قبلش تئاتر خونده بودم، توی کلاس آقای اسکویی بودم، یک کلاس دوره دیده بودم و بعد برای ادامه تئاتر، در حقیقت ادامه تحصیل تئاتر، آلمان رو انتخاب کردم و اومدم. حالا چرا آلمان انتخاب کرد؟ آلمان شاید یک بخش بزرگش به خاطر اینکه دوستام اینجا بودن، برادرم آلمان بود و میتونست کمکم بکنه که اونجا پا بگیرم. ما کسی رو نمیشناختیم تو کشور دیگه ای. در ضمن خب برشت همیشه برای من یکی از غول‌های تا همون دوران کودکیم، نوجوانیم، چیزی که ازش خونده بودم، عکسایی که دیده بودم و مطالبی که در موردش میدونستم خیلی دوست داشتم. آلمان رو خیلی دوست داشتم که بیام. البته اون یکی از دلایلی بود که شاید من به طرف آلمان کشته بشم. حالا شما موقعی که دوباره برگشتید به آلمان، هنوز به زبان آلمانی به اونچنان مسلط نبودید که مثلا در برای نوشتن یا برای کار تئاتری و فلان. در عین حال هم شما یه سابقه کار درخشانی تا اون زمان در کار تئاتر هم نداشتید. چطور تونستین که اون وقت رخنه بکنین به مثلا جامعه تئاتری آلمان؟ بسیار سخت بود. من که توی یکی از خاطراتم که واقعا بسیار تلخ بود و به اصطلاح اذیتم کرد، این بود که بعد از اینکه یک دوره‌ای رو توی آلمان دیدم، یه دوره بازیگری رو دیدم و تقاضا می‌فرستم برای تئاترهای مختلف و اکثرا جواب منفی میومد. یه چیزی بوده 1000 تا من جواب منفی جمع کرده بودم، تا اینکه بالاخره اینقدر تلفن زدم توی یک تئاتر دولتی آلمان، بالاخره اون خانم یک وقتی برای من در نظر گرفت، ولی برای 13 ماه بعد به من گفت 13 ماه بعد ساعت 3 در کافه فلان بیا اونجا، رئیس تئاتر. من گفتم میخواد مسخرم کنه. و در اولین جلسه‌ای که من رفتم ساعت 3، واقعا برای 13 بار رفتم، دیدم نشسته اونجا و در عرض نیم ساعت تقریبا این منو ناک اوت کرد. یعنی گفت تو واسه چی اومدی اینجا اصلا؟ تو چه پشتوانه‌ای داری؟ یه دونه نمایشنامه‌نویس قدیمی نام ببر، ایرانی که تو سطح جهان کار کنه، یه کارگردان. ما نداشتیم و من احساس کردم که پشتم خالیه به عنوان تئاتری. فقط تنها چیزی که از ایران میشناخت تعزیه بود و فرشای ایرانی و چاهای نفت، یعنی این چیزی که از ایران خبر داشت. هنری و مثل الان نبود که الان به هر حال عباس کیارستمی رو میشناسن، آقای جعفر پناهی رو میشناسن و و و خیلی دیگه. و حال دوره سختی بود تا اینکه من واقعا همین نمایشنامه که ازش اسپوردید، من واقعا
کار شبانه روزیم شروع شد. یعنی گفتم خیلی خب من بعد بار یک نسل رو بعد ما به دوش بکشیم تو خارج از ولی کتن. یک جایی گفتید که خیلی کارهای خیلی پیشا پا افتاده داشتیم میگفت تا جارو میکردین بله بله رفتم دوره دو ساله دیدم و تو همون دوره دو ساله که بله بله تو این دوره دو ساله بودش که من هر کاری رو انجام میدم که فقط تو گروه های تئاتری آلمانی باشم و به اصطلاح دوره کارآموزی بود و اون دو سال خیلی کمکم کرد که ببینم سیستم تئاتر آلمان چجوریه و آروم آروم رفتم و جرئت کردم که اون نمایشنامه رو بنویسم. اون نمایشنامه وقتی جایزه اول نمایشنامه نسلی گرفت توی آلمان یعنی یه مقدار صد شکسته شد و تونستم یه مقداری کارم راحت تر شد. آره البته این نمایشنامه که اشاره بهش می‌کنین با پای برهنه لخت قلبی در مشت با کاروان سوخت بله این نمایشنامه‌ای که جایزه آلمان رو برد یعنی در واقع نقطه عطف کاری شما اونجا در بهشت به روتون اونجا گشوده شد به اصطلاح بله آره حالا ما اولین بار حالا شما جایزه رو برای نوشتنش گرفتید بله اولین بار کی اجرا شد و کجا؟ اولین بار در سوئیس اجرا شد. یک خانم کارگردان سوئیسی این رو اجرا کرد. بعدش خود من اجرا کردم این کار رو و بعد در شهرهای مختلف اجرا شد که یکی از اجرای خیلی خوبش هم کار آقای محمد علی بهبودی بودش که توی اوبرهاوزن اجراش کرد و الان هم دوباره داره اجراش میکنه. اونم اجرای خیلی متعددی شد از این کار و توی ایران هم همین الان تو ایران رو صحنه است. توی تبریز داره اجرا میشه و تو کرمان. خب حالا این نمایشنامه هم تو که در مقدمه هم گفتیم بیش از 700 بار در کشورهای مختلف اجرا شده. چرا فکر میکنین این نمایشنامه خاص اینقدر محبوبه؟ به خاطر اینکه بیشتر در اون مسئله دیالوگ بین انسان ها مطرحه و ما چیزی که من فکر می‌کنم تو خیلی از کشورها وجود نداره تو خیلی از خانواده‌ها وجود نداره تو خیلی از بین خیلی از مردم وجود نداره تو این علارغم اینکه یک فردی قربانی خارجی ستیزی شده رو به تنفر نمیاره یعنی تنفر تمام وجودش رو نمیگیره بلکه سعی میکنه کماکان با عشق صحبت بکنه. میشه خیلی 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 خلاصه فقط بگین که جست این برون داستان این نمایشنامه چیه؟ یک پدریه که در آتش سوزی خانوادش رو نئونازیستا آتش زدن زنش و بچهش مرده و این در کابوس زندگی میکنه و خاطراتش رو مرور میکنه توی آلمان که چطور شد اومده اینجا و ما در توی این خاطراتش میبینیم که علارغم این یکی از مهاجران ترکیه در واقع بله بله یکی از بزرگترین چیزایی که براش به وجود میاد اینه که قدرتایی که داره اینه که سیاه سفید دنیا رو نمیبینه و سعی میکنه بخشهای مثبتی که توی آلمانی ها وجود داره یعنی نه فقط آلمانی ها فاشیستن ایرانی ها فقط یعنی این پیامی داره که در هر جامعه ای بخش مثبت و منفی وجود داره و ما میتونیم با عشق بدیم و پیدا بکنیم اون بخشی که امکانش هستش که با ما نزدیک بشه حالا در فضای اون سال 1365 که شما در واقع اینو نوشتید و بعدش هم اجرا شد فضای سیاسی اجتماعی آلمان چطور بوده؟ به خصوص در رابطه با مهاجران و پناهنده بسیار در بعضی مواقعی که من خودم باش برخورد کرده بودم بسیار تلخ بود یعنی خیلی به خصوص بخشی از روشنفکراش یعنی برخوردی که با خارجی ها داشتن اون برخورد خیلی تلخی بود و هنوزم ادامه داره ولی با وجود تمام این مسائل من بهترین دوستام میتونم بگم آلمانیان ولی میگم من سعی کردم در درون علارغم تمام اون جو ضد خارجی که وجود داره اون سرهایی که در اون آدم ها و در اون جامعه وجود داره برای نزدیک شدن به آدم ها اونا رو پیدا بکنم و به طرفشون برم و به خاطر همین بوده که من سال 2016 به من جایزه افتخاری تئاتر شهر کلن رو دادن یعنی اینکه احساس کردن که یک پلی هستم من خب حالا چه کارهای دیگه تون اینقدر محبوب شده به خصوص مثلا در آلمان یک نمایشنامه باز من بر اساس یک قصه اریک امانوئل شمیت نوشتم موسیو ابراهیم که اون هم باز بر اساس دوستی ملت هاست یهودی به یک مسلمان چیزی که در دنیای ما الان خیلی مسلمان ها و یهودی ها بدجوری دارن کشت و کشتار میکنن از هم دیگه این قصه بیشتر راجع به دوستی یعنی دیالوگ بیشتر محور اگه بخوایم تمام
کارهای من رو اگه بخوام تو یک کلمه خلاصه بکنیم، دیالوگ. من خیلی توی نمایشنما به سمت دیالوگ بین انسان‌ها هستم، دیالوگ بین، نه دشمنی نه مونولوگ. ما تو خیلی از جوامع زندگی می‌کنیم فقط مونولوگ، فقط یک نفر حرف می‌زنه، فقط یک نفر تصمیم می‌گیره و این تو خیلی از آدما نهادینه شده. و من سعی می‌کنم بگم که مونولوگ می‌تونه ضربه بسیار جانکاهی به پیکر یک جامعه، یک فرد بزنه و این خرد جمعیه و اکثر این نمایشنامه روی این محور کار من. حالا شما صحبت از دیالوگ، البته تاکیدتون روی دیالوگ، تاکیدتون روی دیالوگ در جامعه و بین انسان‌ها است، قاعدتا باید این یک نوع انعکاسی در خود نمایشنامه شما باشه. احتمالاً داره دیالوگ‌های زیاد و سنگینی نمایشنامه. بله بله، اون تو این نمایشنامه که خودش مونولوگه، با اینکه مونولوگ ولی موضوعی که داره اینه که ما باید برای رسیدن به نتیجه، برای رسیدن به یک هدفی، ما باید احتیاج داریم که با از هم فکری داشته باشیم. تو هم نمایشنامه موسوی ابراهیم هم همینطوری که من توی ایران هم، هم تو ایران اونم بیش از 300 400 بار اجرا شده، هم توی آلمان هنوز کماکان داره اجرا میشه، از اون عمر 13 سال رو صحنه است. از کارهایی بوده که خیلی خوب، یا توی ایران خدای کشتار یاسمین رضا بوده، اونم باز محورش همین که توی کارهایی که من توی ایران انجام میدم، چون یک جامعه ای که احساس میکنم که یه مقداری آدما به خوشحالی، به خنده احتیاج دارن، خیلی جامعه که غم و درد و فشار و اینا رو عارفه روحی رو. و نمایشنامه‌ای که انتخاب میکنم معمولا اینه که یک طنز اجتماعی رو توش داره، علی‌رغم اینکه مشکلات خیلی اساسی رو مطرح میکنه، ولی تماشاچی با شادی، با خوشی، با خنده با استقبال اون میره و یک طنز خیلی با اون طنز لذت میبره. همونطوری که میگم برشت میگه، تماشاچی در درجه اول میره توی صحنه تئاتر بشینه لذت ببره. من سعی میکنم این لذت رو توی تماشاچی به تماشاچی بدم، در این حال که یک مسئله بسیار بسیار تلخ و مطرح رو در پس چیز نشون بدم. حالا شما به نظر میرسه که تم بیشتر کارهاتون مسائل مهاجرت و مسائلی که خارجی ها درش درگیرن در مثلا جوامع مختلف، حالا با این حال شما در آلمان هم به عنوان یک کارگردانی که تئاتر بین المللی رو رو صحنه میاره شناخته شدید، حالا به غیر از این تم ها روی چه مسائل داخلی، مثلا خود آلمان مسائل بسیار عدیده ای داره، یکیش مسئله خارجی ستیزی هست و احزابی که دارن روش میکنن تو این زمینه ها، ولی دیگر مسائلش چی؟ بهش پرداختی؟ بله بله، من مسئله ای که مثلا نمایشنامه که جدیدن دارم کار میکنم، یک نمایشنامه کاملا سورئالیستی، اصلا راجبه ترس بشریت از زندگی، از یک فضای کافکایی داره، یک فضای کاملا سورئالیستی داره این کار، و بیشتر راجبه عشق، عشق بین اصلا کجا ما از کجا، چی شده که عشق از دست دادیم، چی شده که اینقدر وحشت دنیا رو فرا گرفته، از چی ما داریم میترسیم، هم میترسیم بمیریم، هم میترسیم زندگی کنیم. این ترس، ترسای که جامعه بشری سالهاست داره دنبالش که چیزی پیدا بکنه. این رو الان مثلا توی نمایشنامه جدیدی که من دارم کار میکنم، این نمایشنامه خودتون نوشتید؟ نه نه، این نمایشنامه که بر اساس یک نمایشنامه رومانیایی من نوشتم، دراماتوری کردم، دارم با بچه‌ها کار میکنم. چون آقای جلالی سال 1399 میشه 1378 فکر میکنم دچار بیماری MS شدید که الان روی صندلی چرخدار در واقع هستید، آیا این چقدر در وضعیت کاری شما مؤثر بوده، حالا به بد یا به خوب؟ احساس کردم یک شرایط بسیار بسیار جدیدی برام پیش اومده و فقط میتونم اینو با یک خاطره براتون بگم که چقدر این باعث شد که من به یک سری انرژی های جدیدی در درونم پی ببرم. من اولین معلم تئاتریم توی آلمان یک خانمی بود که الان 88 سالشه. وقتی که من این بیماری رو گرفتم، اومد بیمارستان بغلم کرد، دست گل آورد بغلم کرد و بعد به من گفتش که ایش گراتولیر، تبریک بهت میگم. بعد بهش گفتم به من تبریک میگی، میدونی من چه مریضی گرفتم؟ گفت تو از روز اول که وارد آلمان شدی، اومدی سر کلاس من، زبان بلد نبودی، مثل یک جوجه اون بغل وایساده بودی، تکرار میکردی بچه ها چیکار دارن میکنن، چجوری میدونن، چجوری راه میرن،
و دیدم چه پشتکاری داری و الان خودت گروه تئاتری داری، الان نمایشنامه به زبان آلمانی می‌نویسی و الان به یک جایی رسیدی که خیلی از آلمانی ها باید دنبالش بودن تا به اینجا برسم. حالا من ازت یک سوال میکنم، تو به عنوان کارگردان اگه یک نمایشنامه داشته باشی که یک نقش سختی داشته باشه، این نقش رو به کی میدی؟ من گفتم خب به بهترین بازیگرم. گفت خب الان خداوند برای تو یک نقش خیلی سخت انتخاب کرده و حالا میخواد ببینه تو این نقش رو چجوری بازی میکنی. الان نقش جدیدته و تو برگزیده ای، الان شاید کشف بکنی انرژی. و من واقعا خیلی از این قصه های مذهبی وجود داره تو خیلی از این چیزا، این چیزی هست که یک نوع امتحانه یک امتحانیه، یک امتحانی که حالا من تو این شرایط چجوری میتونم کار بکنم. و من واقعا بعد از اون، بعد از این مریضی کاملا نگرشم به زندگی عوض شد، کاملا نگرشم به زندگی عوض شد. خیلی از چیزایی که قبلا منو آزار میداد تبدیل شد برام، خیلی از خشمایی که در درونم بود از بین رفت، تبدیل شد به دوستی. سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره خشم رو از خودم دور بکنم و سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره شکر بکنم. من قبل از بیماری به قول مادر بزرگم همیشه کفر میگفتم، قبلی که برم تو رخت خواب همش میگفتم چرا اینو ندارم، چرا اونو ندارم. ولی بعد از مریضی واقعا الان همین الان که شب میرم توی رخت خواب شکر میکنم که هنوز انسان‌هایی هستن که منو سوار ماشین می‌کنن، منو یه غذایی هست می‌خورم، یه سقفی هست بالا سرم، یک آدمایی هستن تو ایران که من می‌تونم برم اونجا کار کنم باهاشون تو ایران. یعنی چیزایی که دارم، من قبلا تمرکزم روی چیزهایی بودش که نداشتم و الان تمرکزم روی چیزهایی هستش که دارم. شما از معدود کارگردان‌های مقیم خارج از کشور هستید که در ایران میرید کار می‌کنید و خیلی زیاد کار می‌کنید و کارتون هم فقط محدود به تهران نیست، شهرستان ها جاهای مختلف میدید، بندر لنگه، بندر دیر، مثلا یاسوج، نمیدونم یه جاهایی میدید و کار میکنید. حالا چطور شما این امکان رو دارید؟ احیانا ممکنه دیگران در خارج از کشور نداشته باشه. این امکان بر اثر کار دراز مدت خودم انجام شده. یعنی من رفتم تو شهرستان ها کلاس های تئاتر گذاشتم، با بچه اونجا صحبت کردم، بعضی وقتا هم مرکز هنرهای نمایشی کمک میکنه، میگه که اونا مثلا میگن تو شهر کرمان میخواد کار اجرا بشه و بعد یه کمک اونا انجام میدن. ولی بیشتر خود بچه های تئاتری اونجا هستن که با من تماس میگیرن، میگن حاضری بیای، من میگم که میام، میگن حقوقت چقدر، میگم حقوق من رو شما نمیتونید بپردازید، هر چقدر که ببینید که چجوریه شرایطتون چجوریه، من یه جای خواب میخوام، یه نفر بعد کنارم باشه، مواظبم باشه، و میام یه کاری رو انجام میدم. عشقمون تئاتره. من بعد از دوران یه دور من بچه انقلابم تو خیابون بودم، تفنگ دستم، مال اون نسلیم. بعد از یه مدتی احساس کردم که خیلی از اتفاقاتی که تو جامعه رو میخواد عوض بکنه خیلی باید ریشه ای تر باشه. یعنی من الان بزرگترین هدفم تو زندگی آموزشه. یعنی فکر کنم تا زمانی که توده مردم چه از نظر پزشکی، از نظر تئاتری، از نظر سواد، یک دو علاوه دو چهار، حتی تا این حد به این آموزش رو پیدا نکردن، ما هیچ تغییر ریشه ای در جامعه نمیتونیم داشته باشیم. و این شده که الان مانیفست من شده برای کار کردن توی ایران. یعنی برم اون چیزایی که یاد گرفتم، چیزایی که شرایط خوبی داشتم که این چیزا رو تونستم از یک جامعه بزرگ آلمان از تئاتری یاد گرفتم، الان وظیفه‌ام رو در این چند سالی که به هر حال میتونم هنوز کار بکنم اینه که این چیزهایی که یاد گرفتم منتقل کنم به توده مردمی که اونجا هستن. خب الان قبل تو که گفتین چندین سال دارین این کارو میکنین، چه نتیجه گرفتین تا حالا؟ خیلی من به حال گروهایی که اونجا دارن، بچه‌هایی که اونجا دارن کار میکنن از قبل، الان مثلا خب خیلیشون الان توی تئاتر توی خودشون گروه دارن کار میکنن. و من یک ضرور مسئول یهودی هستش، من خیلی دوستش دارم، میگه یک نفر رو که تغییر بدی مثل اینکه دنیا رو تغییر دادی. من اصلا برام زیاد چیز نیستش که حالا همین برای که خیلی روشن بشه که دیالوگ ایسی که توی محور تمام نمایشنامه‌های من، تماشاگرایی که اونجا هستن، کارگاه های آموزشی من هستش که دوستان شیدیم وقتی مشکلی پیش میاد با هم دیگه حرف بزنیم.
حالا موفق‌ترین کار شما که در ایران اجرا شده، حالا چه خودتون به هر حال کارگردانی کرده باشید و چه دیگران، منتها کار شما چی بوده؟ والا موفق از چه نظر میاد موفق؟ از این نظر که هم محبوب بوده، هم تماشاچی خیلی زیاد دیده و هم نقد خوب گرفته خوب. و هم احیانا جایزه برده. حالا من میدونم جایزه فجر رو شما بردید، من بیشتر به خاطر همین. اولین کاری که تو ایران انجام دادم پستچی پابلو نیرودا بود که خانم یاد رویا تیموریان بازی میکرد، کاظم حجیرآزاد، نرگس هاشمپور و کیکاووس یاکیده. دکتر رفی طراح صحنه بود و لباس. اون خیلی نقدای خیلی خوب بود، جایزه گرفت. کار خدای کشتارم بود که برای یاسمیا رضا که چندین بار ما 4-5 بار اینو اجرا کردیم با کسرای مختلف و پرفروش‌ترین کار بود. همین در انتظار آدولف باز سال پیش من اینجا اجرا کردم. خدا شکر کارهای من، کارهایی که تو ایران انجام میدم، میگم به خاطر اینکه من به یک ژانر تئاتر مردمی اعتقاد دارم. یعنی تئاتری که مثل اینکه توی همین تو اروپا هستش، ستون فقرات تئاتر اروپاست. یعنی تئاتری که هم حرفی برای گفتن داره، هم توده مردم میرن تماشا میکنن. فقط مال یک قشر خاص نیست. من روی این ژانر خیلی دارم کار میکنم. یعنی نمیدونم کارهای سوپر روشن فکری بکنم که فقط یک تعداد خاصی متوجه میشن. سعی میکنم با توده مردم، تو بدنی جامعه ارتباط برقرار بکنم و نمایشنامه‌ای داشته باشه، نمایشنامه‌ای باشه که میگم خیلی هم ابزورده، هم خیلی خنده داره، هم طنز توش داره و هم میتونه اقشار مختلف مردم از یک پروفسور تا یک راننده تاکسی بیان اونجا بشینن و لذت ببرن. حالا این چندین سال هم طوری که گفتیم در ایران دارین کار میکنین، آموزش میدین و در مجموع از دید شما وضعیت تئاتر امروز ایران چطوره؟ وضعیت تئاتر امروز ایران خیلی بحرانیه. خیلی بحرانی. از نظر اینکه بودجه بسیار کمه، سالن بسیار محدوده، عشق بسیار زیاده. واقعا بچه‌ها با تمام وجودشون دارن کار میکنن با تمام محدودیتایی که وجود داره. این محدودیت نه فقط در زمینه، در تمام زمینه‌ها هستش و هر کس بسیار تو توان خودش داره فعالیت میکنه و من واقعا بعضی وقتا مبهوت میمونم از این همه کمبود و از این همه خلاقیتی که توی جوانای ایرانی وجود داره و چقدر کارهای بسیار برجسته علارغم تمام مشکلاتی که وجود داره داره میان جلو. وقتی که بگین که مثلا کارهای خیلی با خلاقیت بسیار انجام میشه و کارهایی که شما متعجب میکنه، آیا این از نظر بسیار رو صحنه بردن نمایشنامه است یا اینکه توی نمایشنامه نویسی هم این خلاقیت وجود اومده؟ در هر دو زمینه، هم کارگردانی هم نمایشنامه نویسی. اما بزرگترین مشکلی که من فکر کنم، خطری که تئاتر ایران رو تهدید میکنه، فاصله گرفتن تئاتر از توده مردم هستش. یعنی الان ما دو تا بخش داریم، یا تئاترایی هستش که میگم خیلی مخصوصه که ایده خاصه، حالا میگم خیلی پست مدرنه، خیلی چیزه که فقط یه عده خاصی میتونن تماشاش بکنن، و یک طرف دیگه هم تئاتر جنگایی که فقط برای خندوندن خیلی 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 سطح پایینه و اونا اون وسط تئاتر مردمی، تئاتر که میگم مثل اروپا سالونا پر باشه، اقشار مختلفی برن اونجا، اون یک دره بسیار وحشتناکی بین این دوتا چیز وجود داره. و زمانی که ما توده مردم رو نتونیم با سواد بکنیم، توده مردم رو نتونیم فرهنگ مناسب رو بهشون بدیم، خیلی میتونه این برای اون جامعه خطرناک باشه. خب حالا زیاد از مسئله سانسور و محدودیت هایی از این شکل که به وسیله به هر حال حکومت اعمال میشه صحبت میشه، آیا شما تو این سالهایی که کار تئاتر میکنید در ایران به یک همچین محدودیت هایی و خصوص سانسور برخوردید؟ ببینید هر جامعه به نظر یک سیستم خاص خودش رو داره برای تئاتر و برای کار. من خدا رو شکر تا الان محدودیت هایی وجود داره و یک سری صحبت هایی در تئاتر با کلماتی در تئاتر با موقعیت هایی رو نباید به اصطلاح مطرح بشه، ولی تا حالا چیزی که در تئاتر خودم دارم میگم کارهایی که انجام شده، من تا اونجایی که شده هیچ وقت ستون فقرات کارم لطمه نخورده با چیز. یعنی تونستیم همیشه با همون
دوستانی که دارن صحبت میکنن که این کار نکن اون کار نکن، نشستیم صحبت کردیم و یک راهی پیدا کردم که به نمایشنامه لکمه نخوره. ولی ممکنه نمایشنامه نویسی دیگه ای باشه. نهایتاً اون چیزی که میخواستین در تئاتر بزنید اون حرفی که زدید زدم. ولی خب برخواد این یک معضلی هستش که وجود داره. خب یعنی خب وقت منو میگیره که من حالا باید راجع به این مسئله یه این چجوری بنویسم که دوباره به چیز نشه. ولی خب یک سری محدودیتایی که تو اون جامعه وجود داره و من با تمام خلاقیتی که در گروه وجود داره سعی کردیم که بدون اینکه به کل کار لطمه بخوره برای اون صحبتایی که میشه یک راه حل پیدا بکنیم برای اون راه حل. بعضی وقتا حتی خیلی جالب بوده، مثلا ما یه چیزی که کلمه رو نمی‌رس می‌گفتیم یا یه چیز دیگه رو پیدا کردیم که خیلی خنده‌دارتر و خیلی گزنده‌تر از اول بود. گفتم خب چه جالب، مثلا حالا می‌شد اینو چیز کنیم. ولی خب همیشه این جالب نیست، همیشه بعضی وقتا هم دردناکه و نمی‌شه سه چیز رو انجام بدیم. بسیار خوب. و یک سوال آخر، و اینکه در جایی گفتین که آلمان نه وطن اولمه و نه وطن دوممه، جزی از وجودمه، منظورتون چیه دقیقاً؟ من تعداد سالایی که تو آلمان زندگی کردم خب بیشتر از ایرانه و خیلی چیز از آلمان یاد گرفتم. من واقعا همون قدر که ایرانی هستم آلمانی هستم و جد میگم اون نظم آلمانی که توی کار وجود داره ازش رو یاد گرفتم، واقعا اون فرهنگی که اونجا هستش. اما توی اون بداهه‌ای که در فرهنگ ما وجود داره من اونم بسیار ازش کیف میکنم باش کار کردنش. تو اون اصلا کل جامعه ما با بداهه در خیلی لذت، بداهه در نوع کار کردن توی هنر و این دو تا بخش رو، نظم آلمانی رو من با بداهه ایرانی که قاطی میکنم، یک ترکیب بسیار بسیار خوب میشه که من از هر دو تا فرهنگ دارم. این یک چیز لوکسیه شاید برای من که از هر دو تاش میتونم، از دو تا سرچشمه قوی فرهنگی دارم تغذیه میشم و نتیجهش میشه کارهایی که آلمانیا میگن ای چقدر رنگ و بوی ایرانی داره، ایرانی میگن ای چقدر رنگ و بوی آلمانی داره. آقای علیرضا کوشی جلالی خیلی متشکرم شرکتتون در برنامه. ممنون از شما.